یوتیوب یه منبع آموزش فوق‌العاده است که ویدیوهای خیلی خوبی رو برای آموزش هک و امنیت داره. اما خبر بعد اینه که صرفاً با دیدن این ویدیوها هیچ وقت نمیتونید به یه هکر حرفه‌ای تبدیل بشید، یا اینکه یک حمله هکری موفق رو از ابتدا لانچ کنید و اون رو به نتیجه برسونید. حالا ممکنه که بپرسید چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هک و تست نفوذ یک فرآیند چند مرحله‌ایه، در واقع چند تا فاز داره که زمان اجرای این فازها و ترتیب توی اونها بسیار بسیار مهمه و هر کدوم از این ویدیوهایی که حالا توی یوتیوب آپلود میشه میاد کار با یه ابزار خاصی، مثلا انمپ رو آموزش میده، اما هیچ وقت ذکر نمیشه که این ابزار تو کدوم فاز اجرا میشه و قبل و بعدش چیه. این در حالیه که مهمترین و خطرناکترین سلاح یک هکر ابزار نیست، بلکه یه هکر باید تمام این فازها رو بشناسه و کل فرآیند کاریش رو طبق این مراحل انجام بده. به عبارت دیگه یه هکر علاوه بر این که کار با این ابزارها رو بلده، باید بدونه که کی و کجا باید از هر کدوم از این ابزارها استفاده کنه. به خاطر همین توی این ویدیو میخوام یه استراتژی 6 مرحله‌ای رو معرفی کنم که اگر این استراتژی رو به ذهنتون بسپارید و سعی کنید که بر اساس اون حملات خودتون رو پیش ببرید، شانس این که بتونید حملات هکری موفق داشته باشید و اونها را به نتیجه برسونید چندین برابر میشه. هدف از این ویدیو صرفا آموزش امنیت سایبری و هک اخلاقیه و ما به هیچ عنوان حمله به سیستم های اطلاعاتی به صورت قانونی رو تایید نمی کنیم. مرحله اول، ریکانیسنس یا جمع‌آوری اطلاعات. اولین و شاید مهمترین مرحله که فرایند هک و تست نفوذ جمع‌آوری اطلاعات. به عبارت دیگه ما نمیتونیم هدفی رو هک کنیم که از اون اطلاعات کافی نداشته باشیم. هکرها توی مرحله ریکانیسنس دو تا هدف اصلی رو دنبال میکنن، یا میخوام مستقیما یه آسیب پذیری رو شناسایی کنن و از اون استفاده کنن، و یا دنبال این هستن که درباره پرسنل اون سازمان هدف اطلاعات جمع‌آوری کنن و بتونن حملات مهندسی اجتماعی رو اونها پیاده کنن. ریکانیسنس موفق مساوی با حمله هکری موفق، و هکرهای بزرگ و تاثیرگذار ممکنه که هفته ها و شاید ماه ها توی این مرحله وقت بذارن دیتا جمع‌آوری کنن و اصلا دنبال این نیستن که خیلی سریع بخوان جامپ کنن توی مرحله هک و اکسپلویت. ریکانیسنس ابزارها و تکنیک های متنوعی داره، اما تمام این تکنیک ها رو میشه توی دو تا مرحله کلی تقسیم بندی کرد. یک، پسیو ریکانیسنس. توی متد پسیو ریکانیسنس هکر هیچ تماس مستقیمی با تارگت نداره و سعی میکنه که به صورت غیر مستقیم و با استفاده از روش های مثل اوسینت یا گوگل دورکینگ تا جایی که میتونه راجع به هدف دیتا جمع آوری کنه. و اما روش اکتیو ریکانیسنس، توی این روش هکر مستقیما با اون تارگت اینتراکت میکنه و سعی میکنه مستقیما با اون کانکت بشه و ازش دیتا جمع آوری کنه. این روش موثرتر، نتایج بهتری داره، اما خب یه مقدار ریسکیه. علتش هم اینه که ممکنه که سیستم های امنیتی اون تارگت شما رو کپچر کنن، فلگ کنن و شما رو شناسایی کنن. رایج ترین تکنیک های اکتیو ریکانیسنس، متد مهندسی اجتماعی و ابزارهایی مثل انمپ هستن که هکر با استفاده از اونها مستقیما با تارگت اینتراکت یا ارتباط داره. خب همونطور که گفتم اکتیو ریکانیسنس ابزارهای متنوعی داره. ما یه پلی لیست خیلی کامل و قوی درباره متدهای اکتیو ریکانیسنس داریم که نمیدونم لینک پلی لیست رو بتونم این بالا بذارم، اگه بتونم این بالا میذارم، اما خب در صورت لینک پلی لیست رو یه دیسکریپشن هم میذارم، دوست داشتید حتما ببینید. مرحله دوم، اکسپلویتیشن. بعد از یک ریکانیسنس عمیق و موفق هکر باید تصمیم بگیره که از چه روشی، از چه متدی میخواد برای حمله به هدف استفاده کنه. به عبارت دیگه توی مرحله اکسپلویتیشن هکر باید با توجه به اطلاعاتی که توی مرحله قبل به دست آورده تصمیم بگیره که از چه ابزارهایی میخواد برای حمله به قربانی استفاده کنه. البته اینجا فقط ابزار نیست که مهمه، بلکه مایندست، خلاقیت و قدرت تصمیم گیری هکر هم فوق العاده موثره. این ویژگی اگر با ابزار مناسب ترکیب بشن میتونن شانس اجرای یک حمله هکری موفق رو تا چندین برابر افزایش بدن. مثلا اگر یه هکر بخواد یه شخصی که با اون تو یه شهر زندگی میکنه رو هک کنه، واقعا نیازی نیست که از تکنیک های پیچیده مثل ساخت پیلوت و نصب اون روی سیستم قربانی بخواد استفاده کنه. به جای اون کافیه که یه بار قربانی رو
تعقیب کنه، محل زندگیش رو پیدا کنه. بعدش میتونه از یه جایی نزدیک خونه اون شخص، جایی که تحت پوشش وای فای خونگی اون شخص باشه، شبکه وای فای اون رو که خیلی ساده تره هک کنه و بعد از دسترسی به شبکه وای فای خونگی بتونه سایر دستگاهایی که تو اون شبکه هستن، مثل اسمارت فون، مثل لپتاپ، مثل پی سی رو هک کنه و با استفاده از اونها بتونه به اطلاعات قربانی دسترسی پیدا کنه. البته این فقط یه مثال ساده بود و تصمیم گیری به این سبک همیشه به این سادگی نیست. به این متد اصطلاحاً out of box decision making یا تصمیم گیری خارج از باکس گفته میشه، که تا حد زیادی به تجربیات قبلی هکر بستگی داره. به عبارتی هر چقدر تجربیات یه هکر بیشتر میشه، بهتر میتونه تصمیمات خلاقانه این چنینی رو بگیره و بر اساس اونها در واقع حملات خودش رو پیش ببره. مرحله پریویلیج اسکالیشن یا ارتقاء دسترسی. بعد از گرفتن دسترسی توی مرحله قبل، ممکنه که هکر بتونه به یکی از کامپیوترهای یا سیستم‌هایی که توی یه شبکه هست، یه کاربر رو اون لاگین کرده، بتونه رو اون دسترسی یه یوزر محدود رو بگیره. توی این شرایط هکر باید بتونه سطح دسترسی خودش رو ارتقا بده، اصطلاحاً اسکلیت کنه، و بتونه اختیارات خودش رو تا سطح یوزر ادمین توی ویندوز یا مثلا یوزر روت توی لینوکس ارتقا بده. به این تکنیک اصطلاحاً پریویلیج اسکالیشن یا ارتقاء سطح دسترسی گفته میشه، که باعث میشه هکر بتونه سطح دسترسی محدود خودش رو توی کامپیوتر قربانی ارتقا بده و اختیارات خودش رو افزایش بده. البته این تکنیک بیشتر توی حملات کلاینت سایت یا سمت کلاینت کاربرد داره. منظور حملاتی هستن که توی اونها هکر به جای حمله به یه سرور یا یه کامپیوتر مهم، میاد به یه کامپیوتر کلاینت یا کامپیوتر یه کاربر نفوذ میکنه. مثلا کامپیوتر رو شناسایی میکنه که به خاطر مثلا یه سیستم عامل قدیمی یا یه نرم افزار قدیمی یه سری آسیب پذیری قابل اکسپلویت کردن داره، از همونها استفاده میکنه، به کامپیوتر کلاینت نفوذ میکنه، بعدش با پریویلیج اسکالیشن سطح دسترسیش رو میبره بالا و از همون طریق به سرورها یا سیستم های اطلاعاتی سطح بالای شبکه حمله میکنه. و اما مرحله 4، leaving a backdoor open. بعد از اجرای موفق دو مرحله exploitation و privilege escalation، هکر باید ارتباط خودش رو با سیستم قربانی حفظ کنه و هر وقت که لازم شد بتونه مجدداً و بدون نیاز به هک کردن با سرعت بالایی دوباره به اون دسترسی پیدا کنه، حتی اگر کاربر کامپیوترش رو ریستارت کرد این اتصال از بین نره. اینجاست که داستان جذاب backdoor مطرح میشه و هکر باید بتونه با نصب ابزارهایی که اصلا به اونها روتکیت یا لیسنر گفته میشه، برای مدت‌ها دسترسی خودش رو با سیستم هدف حفظ کنه و هر زمانی که لازم شد بتونه اون رو کنترل کنه. بعد از اجرای موفق 4 مرحله قبل، هکر باید بتونه هدف اصلی خودش رو که همون دسترسی و استخراج اطلاعات مهم هست رو بزنه. این اطلاعات ارزشمند میتونه اطلاعات کارت‌های بانکی، اطلاعات پرسونلی و هر دیتای حساس و حیاتی و ارزشمند دیگه‌ای باشه. مرحله ششم، covering tracks. تو آخرین مرحله هکر باید بتونه که ردپا یا فوتپرینت خودش رو پاک کنه و ترتیبی بده که کاراگاه‌های سایبری یا متخصصین فورنزیک نتونن با آثاری که جا گذاشته اون رو شناسایی و دستگیر کنن. تو این مرحله لازمه که هکر چند تا کار مهم رو انجام بده که از بین اونها میشه به پاک کردن لاک فایل ها یا پاک کردن هیستوری دستوراتی که هکر استفاده کرده اشاره کرد. البته موضوع به اینجا ختم نمیشه و هکر باید حتی قبل از شروع حمله خودش بیاد به نحوی از ابزارهای مثل پروکسی چین استفاده کنه که اصلا هویت و لوکیشن و آی پی هکر قابل دیتکت کردن و شناسایی نباشه. اینم یه چک لیست از تمام مراحلی که گفتم، مراحلی که باید اونها رو توی فرآیند هک و تست نفوذ خودتون رعایت کنید. امیدوارم که با استفاده از این تکنیک ها بتونید وین ریت خودتون رو توی فرآیند هک و تست نفوذ، البته هک اخلاقی، افزایش بدید. و اینکه یه جایی من از پروکسی چین صحبت کردم، ما قبلا یه ویدیوی جذاب و کامل درباره نحوه استفاده از پروکسی چین برای مخفی کردن هویت ساختیم. من لینکش رو اینجا میذارم، اگر دوست داشتید حتما این ویدیو رو ببینید. بدرود.